بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم من الان الى يوم الدين. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. در زیارت عاشورا گفتگو می کردیم و چند تعبیر ابتدایی زیارت رو ازش بحث کردیم. یکی صلوات و سلام مستقیم بر خود سید الشهدا با کنیه ابا عبدالله، دیگری عنوانی که در عبارت بعد آمده است السلام علیک یا ابن رسول الله، که این بنوت و فرزندی رسول الله علیه و علی آله الصلاه و السلام هم خود ماجرای طولانی و مفصلی دارد که ازش صحبت کردیم. السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، این رو هم گفتگو کردیم. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. خب تعبیر به امیر المؤمنین سلام الله علیه رو هم تا اون مقداری که استعداد مجلسمون بود در اون شب صحبت کردیم. نکته‌ای که عطف شده است به این عبارت و ابن سید الوصیین، یک فضیلت و امتیاز ویژه برای آقا و مولای من علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است، علاوه بر این که اون حضرت دارای مقام امارت مؤمنین است که امیر المؤمنین یک لقب اختصاصی برای اون حضرت است و ازش مفصل صحبت کردیم. یک جایگاه ویژه دارد، سید الوصیین است. یک بحثی من دو سه سال قبل ظاهرن کردم، در شب عید قدیر بود، که این مسئله وصایت، که وصایت همون جانشینی، خب وصایت در چی؟ هر کسی از دنیا میره، کسی رو وصی خودش قرار میدهد، وصی نسبت به اموالش، این حق داره وصی قرار بدهد، وصی نسبت به تجهیز و کارهای بعد از وفاتش وصایت میکنه، فلان کس مثلا منو غسل بده، فلان کس بر من نماز بخواند، اینو وصیت میکنه، وصیتش هم ممضاست، باید عمل بشه. یک کسی هم وصیت میکنه بخشی از اموالش رو، مقداری که خداوند براش اجازه داده. یکی هم مقاماتی دارد برای جایگزینی و جانشینی اون منصب و مقامش، وصایتی دارد. مثلا فرض بفرمایید یک کسی تولیت وقفی رو دارد، این رو تنسیس میکند بر تولی بعد از خودش. راجع به این مقام در روایات ما که فراوان و سرشار تعبیر به وصایت آمده است. و نکته مهم اینه که اصلا مسعودی که مورخ صاحب نامی است، کتابی دارد به نام مروج الذهب، یک کتاب دیگه هم داره از علمای عامه است، از مورخین عامه است، یک کتاب دیگری دارد به نام اثبات الوصیه. و جالب این است که این مرد تاریخ وفاتش در نیمه اول قرن چهارم است، یعنی در سال 346 از دنیا رفته و قاعدتا باید متولد قرن سوم باشد. در این کتاب
اوصیاء تمام انبیاء الهی را از آدم ابوالبشر ذکر کرده است. برای آدم وصی ذکر می کند، وصی آدم حضرت شیس است، شیس هبت الله. برای نوح وصی ذکر می کند، سام ابن نوح است که بقیه انبیاء الهی از فرزندان همین سام هستند. برای ابراهیم سلام الله علیه ذکر اوصیاء می کند، اسماعیل است و سپس اسحاق، بعد اسحاق است، به نبوت رسید. برای اسحاق یعقوب، برای یعقوب یوسف است، بعد موسی پیغمبر است، یوشع وصی اوست یا همون یسع که در قرآن آمده، داوود است که وصی او سلیمان است، عیسی است که وصی او شمعون است، زکریاس که وصی او یحیی است. این رو به صورت یک روایتی ذکر کرده. این اخبار و نکاتی که او در این کتاب نقل می کند یک نکته بسیار مهمی رو بخواد اثبات کنه، و اون این که اینها همه کسانی بودند که موظف بودند، وظیفه‌ای و مأموریتی داشتند که نمیتونستن نسبت به این دوران وصیت خودشان بی تفاوت باشند. همواره اینها در مقابل اون امر به وصیتی که شده بود موظف بودن، خودشون در اون دایره مسئول میدیدن. خب وقتی خداوند متعال یک کسی رو به یک مقامی منصوب کرده است، نبوت رو به کسی واگذار کرده، بعد به او دستور داده است برای بعد از خودت باید جانشین معرفی کنی و این شخص جانشین توست. خب این بسیار روشن بود که این اتفاق در طول تاریخ انبیا رخ داده است و مقبول همه ادیان و ملل و فرق است، همه هم پذیرفتند.